مهمان من یکی از سرسختترین فعالان کارگری و از مدافعان پرجوش جنبش سندیکایی در ایران است که به دلیل فعالیتهای سندیکاییش نزدیک به پنج سال از عمرش را در زندان گذراند دو بار دوزیده شد و چند بار او را در خیابان مذروب کردند میگوید زبانش را بریدند تا نتواند اعتراض کند او حالا در خارج از از زندگی میکند و میگوید همچنان پیگیر حقوق کارگران وطنش است ولی چگونه و چرا دیگر عضو هیئت مدیره سندیکایش نیست آقای منصور اوساندو به برنامه به دیگر خوش آمدید. متشکرم از لطف شما. آقای اوساندو شما پنج سال در زندان بودید و بسیار هم به شما سخت گذشت حتی در بیرون از زندان. اتهام شما چی بود؟ خب اصلی ترین اتهامی که جمهوری اسلامی به فعالین مدنی، تشکیلاتی، سیاسی، آزادی خواه میزنه اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و اینطور طور عبارت است که حقیقتش این است که چون ما کار تشیلاتی کردیم به همراه همکاری کارگرمون و سعی کردیم یک نهادی رو بازگشایی بکنیم که نهادهای مدنی و بازگشایی سندیکاهای کارگری تقویت کننده خود دموکراسی در کشور هست و به آزادی بیان و گسترش روابط دموکراتیک در جامعه خدمت میکنه طبیعی که جمهوری اسلامی که از روز اول تمام احزاب و گروه های سیاسی رو به تدریج سرکوب کرد و اجازه تشکیلاتی شدن جامعه رو نمیده برای اینکه بتونه اون فرگرایی ولایت فقیر رو حاکم داشته باشه و تمام امکانات اقتصادی کشور رو در چنبره خودش نگه داره اجازه نده که کسانی که فعالیت های جمعی میکنن و امر سازماندهی رو میخوان در بین کارگرهای ایران و دیگر جناها و بخشهای مردم پیش ببرن مورد حمله و زندان قرار بده اصلی جرم من این بوده تلاش برای ایجاد بازگشایی و ایجاد وحدت و همفکری بین کارگرایی که در شرکت واحد بودند و به تبع اون در کنار هیئت مؤسس سندیکای کارگران ایران کمک به بازگشایی و تاسیس سندیکاهای جدید کارگری در کشور این البته به صدا مواردی که خود شما فکر می‌کنید به دلیل شما را زندانی کردن ولی اتهام شما اقدام علیه امنیت ملی و از این صحبت‌ها که صحبت کردید بود درسته اتهام رسمی شما اتحام... اونها بود. حالا شما فکر میکنین که این... چرا این حساسیت وجود داره در جمهوری اسلامی ایران نسبت به, به خصوص تشکل های کارگری به دلیل اینکه تشکل های کارگری اگر ایجاد بشن و در کنار هم قرار بگیرن و به طرف مثلا تشکیل یک فدراسیون سراسری کارگری بگیرن جامعه رو متشکل میکنه و یه جامعه نیرومندی که متشکل شده باشه و سازماندهی شده باشه و تودای مردم آموزش دیده باشن حقوق خودشون رو بشناسن و برای خودشون حقوقی رو قائل باشن که حکومت نتونه به راحتی به اون حقوق تجاوز بکنه خود به خود یک مقاومت مدنی و یک مقاومت مسالمت آمیز و یک مقاومت انسانی و حقیقی و قانونی ایجاد میکنه در برابر زیاد خواهی ها و تون روی ها و نقض حقوق بشر و نقض خود انسانی که تو جامعه ما هستن به همین دلیل که سندیکا با اون آموزشایی که داره و خرد جمعی و حضور جمع در کنار هم و آگاه شدن به قوانین و افراد کمک میکنه که تک تک افراد اون حقوق رو موقع بشناسن و برای خودشون حق انسانی قائل باشن تا برابر تجاوز به حقوقشون میشه استادگی کنن و این استادگی موقع جمعی بشه تبدیل به نیروی جمعی میشه و این نیروی جمعی و هر دیکتاتوری رو وادار میکنه که کمتری مسئلهش اینه که حقوق مردم رو رایت کنه و اینا چون نمیخوان حقوق رو رایت کنن و پای قدرت و ثروت میلیاردی تو کشور هست که این اخباری که خودتون دارید میبینید که چه بساتیه در کشور ما و آمار و ارقامی از دزدی ها کمبود ها وضعیت بودجه همه اینا نشون میده به دلیل نبودن نهادهای دموکراتیک است که میتونن این همه تخلف و دزدی بکنن در به قول خودشون بیت و حقوق مردم خب پس بینابرید. به همین دلیل هم هست که بله بنابراین آقای تفهمیم. اوساندو یعنی نگرانی در واقع از یک فعالیت صرف سنفی نیست یعنی نگرانی حکومت جمهوری اسلامی از اینه که تعمین پیدا بکنه به جامعه های مدنی و نهایتا به یک حرکت دموکراتیک تبدیل بشه که خود نظام رو زیر ضربه بگیره یعنی پس شما فعالیت نهایتا فعالیت سنفی صرف نمی‌کردید پس این نیست که این فعالیت سنفی صرف باشه یا نه پس این نتیجهش یک نتیجه, نتیجه گسترده است برای همه جامعه ما در سندیکای شرکت واحد فقط فعالیت سنفی میکردیم یعنی به هیچ وجه در درون سندیکا، آموزش های سندیکا، تلاش های سندیکا، حرکت های سندیکا ما هیچ چیزی که مربوط به خارج از وظایف سنفی و سندیکای و اساسنامی باشه انجام نمیدادیم اما نتیجه این فعالیت ها و این آموزش ها و دیگر کارگرا و نهادهای دیگه که مثل انجمن سنفی معلمان که درست شد یا سازمان معلمان یا مثلا سندیکای نشکر هفته پک سندیکای فلز کار کارگران ساختمون اتحادیه آزاد کارگران کانون مدافعان حقوق بشر از هر کدوم از افرادی به زندان رفتن مورد حمله واقع شدن همین به تازه زندگی آقای فریبرز رئیس دانا آزاد شد که یک سال زندان بود از اعضای به اصطلاح کانون مدافع حقوق کاری اگه خود من و آقای ثقفی و دوستان دیگه عضو بشیم و مورد حمله واقع شده یا اتحادیه آزاد کارگران که بچه‌هاشون کمک کردن 30000 امضای اعتراضی جمع کردن 6 تا 7 از همونا مثل آقای سعید پناه صالح نیا و دوستان دیگر رو به بازداشت و زندان بودن و قبل از اینکه اول مهم هم بشه همه این جور افراد رو اطلاعات و دفتر پیگیری خواست که جلوشون رو بگیره و در اول مهمه تجمعات اعتراضی نذارن مردم رو به بیرون نیارن و سازماندهی نکنن پس ببینید فقط صحبت سر فعالیت سنفی من در سندیکا شکرباد یا دیگر رفقای ما نیست صحبت سر که بازتا به اینو تاریخ نشون داده در همون کشوری که شما زندگی میکنی بیشتر 300 سالی که فعالیت های سنفی و سندیکایی کارگری در خود انگلستان بوده و چقدر هزینه دادن چقدر زندان رفتن چقدر کشته شدن تا امروز شما در انگلستان داری از یک مزایای زندگی اجتماعی بهره مند که حقوق انسانی، حقوق فردی و یه بخشی از حقوق اقتصادی هم رعایت میشه که یه از امکانات حداقلی مثل خوراک، پوشاک، بهداشت، مسکن و آموزش همه بهره مندن و شما میتونه با استفاده از اونها این برنامه تلویزیونی هم مثلا ایرانیایی که اونجا هستن با استفاده از اون آزادیایی که هزاران هزار نفر به خاطر به دست آوردنش تشکیلاتی شدن، مبارزه کرده کشته شدن تا این حقوق به وجود اومد تا ما شما من ازش استفاده کنیم. این نظر اساسی من یه سوالی در مقدمه کردی جواب اونم بدم اگر اجازه میدید که همینطوری تو هوا نمونه درباره برکناری گفتید چون اساسنامه سندیکا رو مجمع عمومی بهش رای میده در نهادهای مدنی و مجمع عمومی عالی ترین ارگان تشکیل دهنده هر سندیکایی هست و در اساسنامه سندیکای ما که به تصویب اون افرادی که در مجمع عمومی رسیدن و به عنوان عالی ترین مرجع رأی دادن و همه این ماها رو به عضویت هیئت مدیره انتخاب کردند کماکان من عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شکواید هستم بنا به اساسنامه و آرای مجمع عمومی چون مجمع عمومی بعدی تشکیل نشده هنوز حکومت نذاشته مجمع عمومی تشکیل بشه در نتیجه طبق اساسنامه کسانی که اون رأی رو تا زمانی که خودشون خودشون رو عضو هیئت مدیره بدونن و متحد به اون آرا و متحد به اساسنامه باشد و فعالیت‌های کارگری و سندیکایشون رو ادامه بدن و روابط شغلی و کاریشون هم با شرکت واحد به لحاظ اینکه اخراج و زندانی و اینا به خاطر مسائل کارگری شدن نباشد یعنی طرف بازنشست بشه استعفا بده کارفرما بشه خودش اتوبوس بخره رابطه کارگریش رو قطع بکنه اونها بالاخره لاز اساسنامه ای مسئله داره در نتیجه پس من کماکان عضویت مدیره هستم اما چون از کشور خارج شدم به خاطر که جونم رو نجات بدم و خطراتی که من تهدید میکرد چون فعالیت های بیشتری در رو تو با شگدهی اتحادیه سراسری کارگری به همراه دوستان دیگه که در اتحادیه کارگری دیگه بودن که اسم بعضیشون رو براتون آوردم و حضور منظمم تو جلس های خانگی سندیکایی که داشتیم بیشتر شده بود و تاثیر گزاریش بیشتر شده بود مخصوصا از مهر ماه سال 91 به بعد خطر این بود که به من از چندین جا پیام دادن که آقا اگه نری این دفعه زندان نیست قرار بکشن نید. این رو در نداره آقا گفتن آقا طرف اومده رو... تهران صبر ب... کنی ب... ب... اینو باید بگم واجب تاریخی چون من هویت هم داره زیر سوال میره و برنامه ب... شما رو مردم با دقت میبینن و یه فرصتی که من یک ابهام رو از بین ببرم بسه. و به من گفتن این اومدی جمله است که رو میز اطلاعاتی های اجرایی گفته بودن که فلانی اومده تهران و نرفته و به فعالیتش ادامه میده تنش میخاره باید اینو بخارونیمش و جای دیگه هم به من اطلاعات دادن که تو با این فعالیتی ای که ادامه دادی دیگه زیر ضربه و مجبوری ای اینجا بری هیچ راهی نداری در نتیجه اون اطلاعیه‌ای که دوستان من در ایران دادن بعد از اومدن من چندی فشار روی اونها بوده هم از داخل هم از طریق اطلاعاتی هم از طریق اینکه ممکن بود من در اینجا بیام حرفایی بزنم، کارایی بکنم و بحثایی مطرح بکنم که در داخل ایران نمیشد و در نتیجه دوستان من اونجا زیر فشار قرار بگیرن مجبور بودن حتما به خاطر اینکه زیر این فشار بیشتر اطلاعاتی یا نرن و مسئولیت های, های من و گفتارای من که مسلما موقع اینجا آمدم فضای آزادتری دارم میتونم افشاگری کنم از جنایت های توی زندان بگم از سرکوبگری ها بگم طبعات کارهای من دامنگیر نشه طبیع بوده که بگن ایشونو از ریاست هیئت مدیره برداشتیم چون طبق اساسنامه فقط هیئت مدیره موجود میتونه من رو از اون پست هیئت مدیره ای برداره بسیاره. که خوب کاریم هم خوب نداره ازاره. چون من نبودم تو ایران بسیار خوب شما توضیحات خیلی مفصلی دادید اتفاقا یکی از سوالهای من این بود که لحن این اعلامیه‌ای که داده شده از طرف سندیکای شما همچین خیلی دوستانه هم نبود حالا شما میگین که زیر فشار بودن و این اعلامیه رو به اون دلیل دادن همین الان هم زیر فشارن شما اگه نگاه کنید به این سایتی که الان داره کار میکنه به نام سایت سندیکای شکرباید خیلی کم و به ندرت مثل اول ماهمه یا یه اتفاقات دیگه ای که میفته گاهی مثلا یک اطلاعیه ای که کارگری هست میده ولی اگه نگاه کنید در تو با اومدن من از کشور بیرون و یه سری مسائل به خصوص این سایت رو میگم نه مدیر مدیره رو این سایت از زمانی که من به زندان رفتم از سال 87 به بعد راه اندازی شده جدیده و خود من هیچ اعتمادی به این سایتی که ندارم و کسی که گرداننده و دوستان سندیکایی هم تا زمانی تو ایران بودن به همهشون گفتم و اکثریت اونام با نظر من موافق بودن ولی چون ناچارن و دستشون بسته است بالاخره کشدار و مریض با همین سایت و کسی که گردانندشه دارن کنار میاد که ببینیم چه بشه آقای آقای شما یک انتقاداتی هم اینجا اونجا اشوا میشد که با وجودی که در یکی از این ویدیوهایی که بعد از به حمله به شما پخش شده بود شما میگین که سندیکا رئیس نداره خلص اینجا به مثل همند هم ولی انتقاداتی اشوا می که یه مقداری تکروی میکنید یه مقداری اتفاقا همون رئیس بازی در میارید ممکنه ممکنه به این دلیل که بعد از اینکه من از زندان اولا که من تا موقعی که تو زندان بودم که عملا کاری نمیتونستم بکنم پس اصلاً رئیسی نبودم بعدم که از زندان من آمدم بیرون خب مدت زیادی رو به ناچار تحت فشار اطلاعاتی ها و خانواده و خیلی مسائل دیگه مجبور شدن برم به شمال و تو تهران اصلا نبودم بعدم بی درمان بیماری هایی که تو زندان به من منتقل شد چشمم دیسک کمرم از سه جا نخواه من آسیب دیده و این به درمان احتیاج پای من هنوز سر میشه دست من بر سر اون دستبنده که زدن هنوز سر رو فلج تا اینجا درد میکنه بعد چشمم که زده بودن این چشم چپ من بینایش به حدود 60 درصد جراحی شد تو بیمارستان با کمک به اصطلاح همسرم و دوستانی که اومدن و دکترای متخصصی که زحمت کشیدن شبکیه پاره شده بود و اینو درمان کردن خیلی کار بزرگی بود ولی تو ها کاملا چشم چپ من نابینا شده بود و باعث این درمان میشد فشارهای روانی که تو زندان داشتم انفرادی های زیادی کرد پس تهران نبودم بعد که به تدریج اومدم از ما کارهای رو پیش ببریم هم از دید خودم یعنی هیچ کاری که برخلاف اساسنامه باشه انجام ندادم اساسنامه به عنوان سندی است مثل قانون که بایستی رفتار افراد رو با اون اساسنامه سنجید و بعد مثلا گفت طبق این بند اساسنامه یا این بند تخلف صورت گرفته که در همون متن اون اطلاعیه که به ناچار و به نظر من تحت یک فشار سختی داده شده بر اونجا هیچ کدوم از مواردی که من تخلف سندیکایی کرده باشم یا اساسنامه رو نقض کرده باشم یا به قول شما رئیس بازی در برده باشم نبوده ممکن است بین بعضی از دوستان و من درباره یک سری مسائل اختلاف نظر بوده و اونا از من گاهی چیزایی خواستن که من انجام ندادم ولی اون چیزهایی که اونها از من خواستن ربطی به اساسنامه نداشته بلکه یه جور سلیقه های فردی بوده که مثلا من به عنوان انسان با حسین علی یا حسن علی رابطه نداشته باشم یا داشته باشم که اینها رو من فکر بونم بیشتر فردی است و زندگی فردی رو نمیتونه جمع دیگه ببندش بسیار این خوب نظر آه. شخصی آه. یعنی به سندیکا کار نداره ربطی بسیار خوب آقای اصالو حالا شما گفتی یعنی یه مقداری صحبت کردی در زندان چون صحبت های زیادی بود در زندان چه به شما چه گذشته و لاقل در خارج از زندان در مواردی بوده که به شما حمله شده شما رو دوزیدن و اینا صحبت بود که اینجا اونجا خودت کردید و بعضیشون هم در ویدیو در زندان دقیقا به شما چه گذشت چه یعنی شما الان صحبت کردین که در بسیاری موارد شما رو مجروح کردن اینا اتفاقاتی بود در زندان افتاد بله بیشترشون موقع دستگیری ها و به اصطلاح علت دستگیری های غیر قانونی و بدون برگ جل یا احضاریه یا لباس هیچی لباس شخصی ها می ریختن تو خیابون دست بند بزنن کتک بزنن شدیدن و من خب میخواستم ازشون یه برگ جلبی یا یک ثابت کنن کیان کارت شناسایی نشون بدن این موارد قانونی رو میخواستم و این باعث می شد آقایون ناراحت بشن تازه بیشتر منو کتک بزنن و به زور منو ببرن منم در حدی که میتونستم نه اینکه درگیر شم فقط مقاومت بگم که منو بیهوده نبرن و بلکه با دیدن این دستگیری غیر قانونی من توی خیابون توسط مردم اطلاع رسانی بشه که مثل قتل های زنجیری که نویسنده ها و روشن فکرها رو میبردن میکشتن بی سر و صدا لاقل بی سر و صدا منو نبرن مثل اونا بکشن و فکر بانم شاید یکی دوباره که مقاومت کردم و مردم جمع شدن و اطلاع رسانی شد در نجات جون من خیلی موثر بود اون موقع ها این ضربات که شکنجه کماکان ندامش تا حتی تو موقعی که می‌بودن داخل بند و لباس میخواستم عوض کنم اونجا تا تو لباس کنی که میبردنم اونجا هنوز میزدن و عکس می‌گرفت از بدن خونالود و سر و صورت و پشت من که کبود شده بود تا این فکر کنم اکثران به رئیساشون نشون بدن نازشست بگیرن اون کسایی که این صدمات زده بودن و بعدم داخل زندان که بدتر از این شکنجه های جسمی شکنجه های روحی روانی شما رو میندازن تو انفرادی روزهای طولانی دیویسونو رو به سکوت مطلق وادار میکنن هیچ صدایی نمیشنوی هیچ آدمی رو نمی‌بینی، تنها کسی که می‌بینی نگهبان یا اون کسی قضا اونم از زیر در یا تو اون شکاف در میذاره در رو با میکنی لازم میزار و میره و فقط بازجوها تنها کسی هست که تو می‌بینی و اطلاعات اونا به تو میدن بعد از دو سه هفته تو رو میخوان وابسته به خودشون کنن چون تو هیچ منبع اطلاعاتی نداری با خانواده رابطه نداری خانوادت شکنجه میشن چون از تو بیخبرن نون بیارشون گم شده پدرشون شوهرشون همسرشون زنشون دستم. نیست شکنجه روانی از تو زندان میاد به بیرون به خانواده منتقل میشه و بعدش برای شما پرونده سازی میکنن صدای جیغ و زن و بچه‌ای که تا کتک میخورن شنیده میشه تو بند فکر میکنی زن و بچه ها تو آوردن چه بلایی سرشون میارن و بعد ادامه اینا به جای میرسه که شما رو تهدید به کتک کتک میزنن تو موقع بازی تو سری میزنن از پشت سر میزنن دستم. میخوان رو به دیوار بشونن چشمر میزنن انقدر محدودیت بر شما ایجاد میکنن تا شما رو بشکنن و از شما اعتراف بگیرن که اون کارهایی که شما کردی مثل دعیشه هست که می آوردن مردم رو تو تلویزیون برالی خودشون آقای بگن آقای از شما هم اعترافی گرفته شد در زندان؟ من چون کاری نکرده بودم که اعترافی بدم هیچ نه معمولا معمولا اعت... پر... معمولا آقای که همون که میدونید اعتراف در واقع بیشتر به بر ضد خود شخصه یعنی در واقع اعتراف آره. به این که من علیه امنیت ملی قیام کردم یا اقدام کردم یا از این صحبت هایی که معمولا اتفاق میفته آیا از شما همه همچین چیزی گرفته شد تلویزیونی نه من فقط یه فیلمی که همون موقع که همه بچه سندیکار هم که بعد از اینکه من زندان بودم چه روز بعد 300 400 نفر دستگیر کردن آوردن از همشون هم فیلم تهیه کردن خود بچه هم به من گفتن یه فیلم برداری کردن که من تو اون فقط اعلام کردم که من هیچ خلاف قانونی فلان نکردم وابسته به جمع نیستم هیچ کاری که دیگران به من گفته باشه چون مثلا می‌خواستم ما رو واسه کنم به گروه های سیاسی بعد از اون طریق هم سندیکا رو بزنن هم خود ما رو اما اگر ما اشتباهی کرده باشیم اگر اشتباهی کرده باشیم درخواست میکنیم که رئیس قوه قضاییه یا مقام محترم ولایت فقیه عزیز ما رو ببخشند. این کل اعترافات بنده است که بسیار. تو فیلمی که اونها دارن از بنده دارن بقید. آقای اساندو شما اصولا در مجموع فکر می‌کنین که میل به طرف یا گرایش به طرف سندیکالیزم در بین کارگران ایران به اون اندازه که شما فکر میکنین وجود داره یا نه ببینید اینکه تفکر من برمیگرده باید ما ارزیابی داشته باشیم آمار بتونیم بگیریم یه فضای بازی باشه که آدما بتونن بیان نظر حس شما هست یا نیست؟ حس شما چیه؟ حس من آه این شد بهتر مرسی حس من این است که اگر واقعا در یک فرصت مناسبی یه نفسکش تاریخی مثل همین زمانی که ما تونستیم سندیکای خودمون با همه اون فشارهای وحشتناکی که همه بخشای اطلاعاتی رو ما گذاشتن که مجمع عمومی برگزار نشه و ما بالاخره با تاکتیکایی که دوستان من که همراه من بودن میدونن که رفتیم جای دیگه ای رفتیم، تلفن رو قطع کردیم نتونن تهدید کنن رو بچه و اثر بذارن و شب موندیم تو منطقه مرف. محل سندیکامون و صبح موقع نیرو انتظامی اومد دید اه ما اون تو هستیم اومدن جلوی ما رو بگن که نمیم تو مجمع برگزار نشه تاکتیکای مبارزه هر زمان تاریخی اینا ممکنه پیش بادی یه تاکتیکای آدم پیدا کنه اما حس من میگه با این مشکلات با این تورم با این گرونی با این کمبود دستمزد عوض کردن قانون کار زیر ستم شدید زحمت کشای میهن من اصلا مردم ما هستن فضای کوچکی اگر باشه و این آموزش ها از یک کانال های مثل تلویزیون ماهواره اینا به مردم ایران برسه و مردم ایران حقوق خودشون رو به عنوان انسان بشناسن و به رسمیت بشناسن و خودشونو رو مردم صاحب حق بدونن و وقت به هم پیوند میخورن و مطمئنن اتفاق خیلی خوبی برای آینده ای کشور ما خیلی خوب. حتی هم همین لازم سندیکایی میفته بسیار خوب حالا شما اومدید به خارج حالا به دلایلی که پیشتر خودتون برش مردید که محیط براتون دیگه خیلی دشوار شده و چاره از غیر از به خارج اومدن نداشتید ولی شما میدونین که نظر غالبی الان وجود داره که اصولا حکومتگران ایران میخوان بعضی از فعالان سیاسی و کارگری و غیر از کشور خارج بشن به دلیل اینکه فکر میکنن در خارج خطرشون کمتره و احیانا بعد از مدتی هم دیگه فعالیت های سیاسی و سندیکایشون هم یادشون میره کاملا درسته و این تجربه است که خود من داشتم بعد از اینکه به کنگره های کارگری به اصطلاح لندن و بروکسل اومدم در اتحادیه ها کنگره شرکت کردم به ایران بازگشتم و همین در همین دستگیری آخری سال 86 که دیگه منو نگه داشتن آزاد نکردن موقعی که بین راه منو بردن و رو من نشستن می زدن با شوک برقی با موش با لگد اینا ماشینو بردن یه جای متوقف که من فکر کنم مثل قطره زنجیره دیگه اینجا کلک من کنده است میخوام بکشن بعد در ماشین رو باز کردن همینطور که من خوابیده بودم روی صندلی عقب اون کسی رو من نشسته بود در رو باز کرد پیاده شد در باز کرد بعد من دیدم چون خوابیده بودم روی صندلی پاها رو سندلی از زانو به پایین میدیدم دیدم چند نفر اومدن بعد شروع با مشت تو سر من زدن هر طوری که تو سر و کله میزدن همونجوری که روی صندلی منو خوابونده بودن و میگفتن علنا فلان فلان شده فوشای بسیار رکیک بعد ما که گذاشته بودیم تو بری واسه خودت اونجا میتونستی زندگی کنی سفر پنج قاره واسط اتادیا گذاشته بودن بری واسه خود یه سال بگردی کیف کن برای چی برگشتی اومدی فلان فلان و میزه با چه نفرتی از اینکه من برگشته بودم و اینا از همین خیلی ناراحت بودن که من برگشتم و پنج سال زندان منم موقع اعلام کردن که من لندن بودم که من بر نگردم خب حالا, آقای و این بس شون حالا. آقا برگشتن با سرشون هزینه دار حالا الان میدونم با چی بگو نه نه من سوال من اینه که خب به هر حال حالا او به خواست اونها عمل شده حالا ناخواسته از طرف شما ولی عمل شده و شما اومدین در خارج حالا چه کار میخوایم بکنیم که ثابت بکنیم که قرار نیست آتل باطل بشید اولا که من چیز رو به کسی نباید ثابت بکنم هر انسانی با وجدان خودش و با خواسته های خودش روبروست در درجه اول پس به کسی دیگه نیاز نداره کسی چیزی رو ثابت بکنه هر کس اون کاری که درست میدونه انجام میده بر پای وجدانش اگر باشد نتایج تاریخیش از خودش به جای دیگه هم میرسه کما که موقع ما کار سندیکا رو شروع کردیم از دو نفر و پنج نفر و هفت نفر و ده نفر تبدیل شد به یه جنبشی که تو دنیا مطرح شد و حمایت پیدا کرد و شما هم الان با من مصاحبه میکنی ولی منم یه آدم معمولی هم مثل بقیه اما من همین الان همی بدونم جمهوری اسلامی منو نمیکشه این کشتن من مفت تموم نشه باز هم مثل همون دفعه که بودم حاضرم به کشورم برگردم زندانشم برم حتی شکنجهشم بشم و از اینم بدتر اما این برگشتن من و مردن من به قول اون کتاب قشنگ سمد بهرنگی موقع ما بچه بودیم خونده بودیم که اون دوتا کرم شب تاب و اون یکی با هم صحبت مونن میگه این نوری که دورته مگه چه کار میکنه میگه همه قد که هر کسی قد خودش دورش رو روشن کنه و اگه همه این یه کارو بکنن که دور خودشون رو روشن بکنن خیلی وقت فرق مونه این باغ تاریک روشن میشه ام. و بعدم مهم اینه که مرگ یا زندگی ما چه تأثیری در زندگی و بهتر شدن شرایط زندگی برای دیگران خوب. برای برای و برای بشریت همه مردم داره به همین دلیل این میلی که من دارم همین که اینجا هستم که بازگردم همیشه در من هست خب, من خب اون, اون فعلا عملی نیست آقای اون فعلا عملی نیست شاید هم شد هنوز معلوم نیست هنوز معلوم نیست شما در... رأی صادر نکن خیلو. دو در خارجم که من اومدم مثل همین مسابقه که دارم با شما بیرو در و چون شما یادم بسیار از نظر مصاحبه و برنامه خوبی و سعی میکنی مور رو اماس بکشی و نقابی اگر به یه نفر دروغین باشه اون نقاب خود به خود کنده میشه و خیلی خوب از نظر برنامه کما که تو همین امروز که من موقعی آمدم با اینکه هیچ امکاناتی ندارم دست خالی اومدم از کوه ها اومدم غیر قانونی اومدم پشوانه اصلا ندارم ولی تا همین امروز تونستم یه وبلاگ درست کنم یه فیسبوک هم رو فعال کنم با بچه های کمپین بین المللی حمایت از کارگرا ارتباط برقرار کنم با بچه ها حقوق بشر صحبت کردم در ششم به اصطلاح نمیدونم تاریخ مارس بود که این چیز یا بعد از اون من اونجای حتی سخنرانی کردم در رابطه با نقض حقوق بشر در ژنو که در اون الان هم موجوده توی یوتیوب و خیلی از سایت ها گذاشتن و به اصطلاح ارتباط خودم رو با بعضی از دوستان سندیکایی و کارگری در بیرون داخل برقرار کردم این بیرون هم رفقای سندیکایی داریم که با ما همکاری میکنن و با سندیکای همینجا هم که آمدم ارتباطاتی برقرار کردیم و فکر میکنم از این گذشته همین چند روزی که به خاطر اول ماهمه بیشترین مصاحبه ها و گفتگوها با من شد که بسیار من حرف دارم از ناگفته ها از زندان از تشکیلات از چگونگی شکیل سندیکا آموزش های سندیکایی و اینها رو من بتونم اگه در اینجا هستم منتقل بکنم و تجربیات خودمون رو و فیلم ها اکس ها و سند هایی که هستش و اینها رو مردم ایران از یه رسانه ها ببینن اون وقت اون کنفرانس هفتگی سندیکایی به جای که توی جای دربسته مثل سندیکای کارگر نونوا باشه میتونه از یه کانال تلویزیونی برای همه مردم ایران پخش بشه و اون تجربه ها رو افراد ببینن خودشون رو ببینن و این با بقیه کارهای تبلیغی سیاسی تفاوت داره چون میخواد خود یعنی مردم باهاش مشورت بشه آقای حسان یعنی در واقع شما کماکان هدفتون اینه که در چارچوب فعالیت‌های صنفی کارگری کار بکنید و وارد فعالیت‌های سیاسی نشید و اصال وابستگی‌های سیاسی پیدا نکنید آیا این عرفتون اینه؟ این من نمیتونم این صحبت اصلا من بله من نمیتونم به کسی وابسته بشم چون جنبش کارگری و جنبش سندیکایی مستقل و آزاده دموکراتیکه میتونه همکاری در کنار هم داشته باشه موقعی به نفع کارگرا باشه به نفع زندگیشون باشه اما نه اینکه بره و پیوند بخوره و عضو بشه و توی یه چیزی بشه چون این خودم و سندیکایی میدونم و کماکان عضو هیئت مدیره سندیکا میدونم این اصول سندیکایی رو من باید رعایت بکنم تا از این زحمتایی که کشیدیم نتیجه بگیریم بله و خیلی خیلی کوتاه در چند ثانیه به من بگید که تا به حال فکر میکنین که در مجموع با همه مشکلاتی که از سر گذاروندید هم شما هم رفقاتون در سندیکا شما موفق بودید رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند چنین نبود و چنین نیز نخواهد ماند فکر کنم جوابتون رو دادم خیلی متشکرم آقای منصور اوسالو از شرکتون در برنامه وبینار دیگه ممنون با